سلام به حاشیه نیوزی های عزیز، به یه برنامه دیگه از نظامی ترین کانال یوتیوب فارسی خوش اومدید. توسعه بخش های جدید از سایت استراتژیک و گسترده خجیر در شرق تهران به سرعت پیش میره. بعد از اتمام ساخت سالن تولید آبی رنگ که قبل از یک سال پیش معرفی شده بود، در حال حاضر 7 ساختمان دیگه در حال ساخت در کنار اون هستن و کار در حال ادامه هستش. این بخش از خجیر محل ساختمان‌هایی هستش که به تولید مواد منفجره و موشک متمرکزه که قبلاً مورد بحث قرار گرفته. توی این منطقه سوخت جامد و مایع تولید و موتورهای موشک‌های بالستیک آزمایش میشن. سایت همچنین دارای تأسیسات پیچیده زیرزمینی هستش و هزاران نفر از علمای نظامی و غیر نظامی در اینجا مشغول به کار هستند. به گزارش رویترز، تصاویر جدید ماهواره‌ای نشون میدن که خیلی از ساختمان‌ها تکمیل شدن یا در مراحل پیشرفته ای از ساخت قرار دارن. به خصوص میشه در دوراهی اطراف سالن بزرگ خجیر خاکریزهای بزرگی رو مشاهده کرد که احتمالاً برای تولید سوخت موشک در این سالن استفاده میشه. این تصاویر در ماه آوریل 2024 گرفته شدن. با توجه به فعال بودن خاکریزهای ساختمانی، این بخش از خجیر به عنوان یک مرکز اساسی برای تولید بیشتر موشک‌های بالستیک تلقی میشه. همچنین در پایگاه شهید مدرس هم بر اساس تصاویر ماه مارس 2024 توسعه‌های چشمگیری مشاهده میشه که نشون میدن تولید موشک‌های جدید و افزایش توانایی تولید در حال انجامه. به طور کلی بیش از 30 ساختمان جدید در این دو موقعیت در حال ساخت یا تکمیله. تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد در ایران در حال حاضر در حال توسعه هستش. با این حال تلاش برای کاهش فیل کاری همچنان ادامه داره. بر اساس گزارش جدید خبرگزاری رویترز، ایران به طور چشمگیری تولید موشک‌های بالستیک خودش رو در دو سایت نظامی حیاتی خودش نزدیک به تهران گسترش داده که به تایید دو محقق آمریکایی رسیده. این تحلیل نشون میده که ایران با افزایش تولید موشک‌های بالستیک در پی توسعه این دو سایت نظامی در نزدیک پایتخته. گزارش رویترز منتشر شده در روز دوشنبه 18 تیر از به واقعیت پیوستن این توسعه ها اشاره داره که در پی اتفاقاتی مثل توافقات پاییز دو سال قبل بین تهران و مسکو برای انتقال فناوری موشکی به روسیه و به دنبال جنگ ارتش روسیه در اوکراین اتفاق افتاده. مقامات آمریکایی اعلام کردند که تهران حمایت خودش را از شورشی‌های حوثی در یمن و شبه نظامیان حزب الله، دو گروه نماینده و همپای ایران در محور مقاومت منطقه، تقویت کرده که اخیراً در عملیات نظامی علیه اسرائیل مشغول به فعالیت بودند. بر اساس بررسی‌های رویترز، تصاویری که از پایگاه نظامی مدرس و مجتمع تولید موشک خجیر در ایران توسط شرکت تجاری ماهواره‌ای پلنت لبز گرفته شده، نشون می‌دهد که هر دوی این سایت تحت نظر سپاه پاسدارانه. حسن تهرانی مقدم که به عنوان پدر برنامه موشک جمهوری اسلامی ایران شناخته میشه، در یک انفجار در سایت مدرس در فاصله 50 کیلومتری غرب تهران 13 سال پیش جون خودش رو از دست داد. خجیر در منطقه جنوب شرقی تهران واقع شده و در سال 1399 انفجاری قوی در این منطقه رخ داد که به گفته بعضی از گزارش ها مرتبط با سوخت جامد موشک بوده. تصاویر ماهواره‌ای از این دو سایت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال گرفته شده و نمایش افزایش بیش از 30 ساختمان در این دو مکان رو داره. رویترز اظهار کرده که خیلی از سازه‌ها دارای حفره‌های خاکی در اطراف خودشون هستند. جفری لوئیس، محقق در مؤسسه مطالعات میدلبری در مونتری، توضیح داده که این حفره‌های خاکی به منظور کاهش خطر انفجار در هنگام آزمایش‌های موشکی در ساختمان‌های نزدیک به سازه ساخته میشه. به گفته این محقق، توسعه سایت خجیر در نیمه اول سال قبل شروع شده و گسترش سایت مدرس از اوایل پاییز سال گذشته شروع شده. بررسی ها نشون میده که جمهوری اسلامی ایران تا حالا حدود 3000 فروند موشک از انواع مختلف رو در زیر ساخت های موشکی خودش ذخیره کرده که احتمالاً شامل موشک های بالستیک قابل حمل و حتی موشک های هسته‌ای. سه مقام ایرانی که خواستن اسمشون محفوظ بمونه به رویترز اعلام کردند که سایت های خجیر و مدرس به منظور تقویت تولید موشک های بالستیک معمولی در حال توسعه هستند.
یکی از این مقام ها اظهار کرده که بعضی از سازه‌های این دو سایت قادر به دو برابر شدن تولید پهپاد هم هستش. این منبع اظهار کرده که ایران پهپادها و قطعات تولیدی موشک خودش رو در این سایت‌ها به روسیه فروخته و همچنین پهپاد به حوثی‌ها و موشک به حزب الله ارسال کرده. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست رویترز برای نظردهی درباره گزارش توسعه این دو سایت واکنش نداده. همچنین حزب الله هم به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده. یکی از سه مقام ایرانی که با رویترز به گفتگو پرداخته تأیید کرده که توسعه سایت مدرس از سال گذشته به شدت تسریع پیدا کرده. نمیشه تأیید کرد که آیا این سه مقام ایرانی از نیروهای موشکی و پهپادی سپاه پاسداران بودن یا نه، و همچنین اینکه با چه دلایل این گزارش ها رو تأیید کردن. مکالمات مقامات جمهوری اسلامی ایران با خبرگزاری‌های غربی برای تایید ارزیابی‌های کارشناسان غربی در حال توسعه برنامه‌های موشکی ایران یک پدیده نادره. در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و بقیه فرماندهان برجسته سپاه از رقیب محافظه‌کار خودشون مسعود پزشکیان حمایت کردند. تایید گزارش رویترز در مورد توسعه سایت‌های موشکی و پهپادی ایران توسط سه مقام ایرانی 3 روز بعد از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، در حالی که این سیاستمدار اصلاح طلب سعید جلیلی رو شکست داده بود و هنوز به کار خودش آغاز نکرده بود. در دولت حسن روحانی و کمتر از 2 سال بعد از دستیابی به توافق برجام که سپاه پاسداران با اون مخالفت میکرد، آزمایش های موشکی خودش رو هم گسترش داد. در دوره حسن روحانی و حامیان او اظهارات شدیدی مطرح شد که اقدامات نظامی ایران با هوا کردن موشک ها باعث ناکامی برجام شده و تشویق دونالد ترامپ به خروج آمریکا از این توافق رو به دنبال داشته. در جریان جنگ غزه جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی و پهپادی خودش رو گسترش داد، در حالی که اسرائیل در برابر ایران و گروه‌های وابسته به اون در 7 جبهه جنگی قرار داره. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه ایران در هفته گذشته اظهار کرد که این نیرو به تکرار عملیات وعده صادق آرزومنده. در عملیات موسوم به وعده صادق که در روز 25 فروردین برگزار شد، 99% از بیش از 300 موشک و پهپادی که ایران به سمت اسرائیل فرستاد قبل از ورود به حریم هوایی اسرائیل توسط متحدین اسرائیل رهگیری شد. ممنون از اینکه تا پایان با حاشیه نیوز همراه بودید. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارت.